با نام یاد خداوند بزرگ، سلام خدمت شما شاگردان عزیز، امید به دور صحتمند باشید. امروز جلسه سیومه کیمیای صنف هشتم با من نبی الله رحمانی استاد کیمیای شما. در جلسه قبلی که خونده بودیم در مورد اجزای اتم بود. اجزای اتم ما تقسیم کرده بودیم به دو بخش. یک بخش میشد قشر اتمی بود، یک بخش دیگه شون بود هستش بود. در قشر اتمی میگفتیم الکترون در حال حرکت میباشه. الکترون هم بحثش گفتیم که توسط کی کشف شده بود، چارجش چی میباشه و همین خود الکترون در کجا در حال حرکت است. و هسته اتم هم گفته بودیم. هسته میگفتیم مرکز اتم میباشه و قسمت سنگینی اتم است. با دو چیز هسته اتم وجود داشت. یکی نیوترون بود، یکی هم پروتون بود. در نیوترون هم گفتیم توسط کی کشف شده بود و پروتون هم گفته بودیم توسط کی کشف شده بود. این بخشا رو همه‌اش خوانده بودیم. امروز یگانه چیزی که است میایم سر نمبر اتمی گپ میزنیم که نمبر اتمی ماهیت عنصر، خاصیت عنصر، تمامش مربوط نمبر اتمی میشه. نمبر اتمی، نمبر اتمی یا اتمیک نمبر، نمبر اتمی خاصیت عنصر، خواص عنصر، ماهیت عنصر، تمامش مربوط نمبر اتمی است. و نمبر اتمی را اسمی تعریف میکنند که مجموعه پروتون های موجود در هسته اتم را نمبر اتمی گویند. نمبر اتمی، در نمبر اتمی چیزی را که من زیادتر روش گفتم تاکید میکنیم، یکی ماهیت عنصر را نشان میده، دومش هم خاصیت عنصر را نشان میده. چون که جدول دوره ای عناصر که باز در صف ده به خیر میخوانین شه که در این صف هشت تانم از در فصل بعدیش که میخوانیم، در اینجا باز نمبر اتمی است که جدول دوره ای عناصر را تشکیل میده. که اولین کسی که نمبر اتمی رو کشف کرد بازوی هم میخوانیم که موزلی در سال 1913 است کشف کرده. چون که جدول که موزلی ترتیب داده بود به اساس نمبر اتمی است. خاصیت، ماهیت عنصر مربوط نمبر اتمی است. اینا خاصیت ماهیت عنصر چی رفت؟ مثلا یک عنصر هم اینه که خواصش است خاصیت گازی داره. در بخش گازات میره در جدول دوره عناصر. یکیش هست که بخش امو خاصیت فلزی داره، میره در بخش فلزات در امو جدول دوره عناصر. یک بخش هست که فلزات القلی میباشه، میره در جدول دوره عناصر بخش امو فلزات القلی. در اینجا باز نمبر اتمی در قسمی تعریف میکنید که مجموعه پروتون های موجود در هسته اتم به نام نمبر اتمی یاد میکنید. به مثل از این اگر در نظر بگیریم سودیم که سمبولش هست Na، در هستش 11 پروتون داره، پس نمبر اتمی سودیم چند میشه؟ آفرین، نمبر اتمی سودیم از 11 نمبر اتمی. مثلا اگه اکسیژن در نظر بگیریم، اکسیژن سمبولش هست O، اما در نمبر اتمی اگه ما یه بیاییم که در نظر بگیریم نمبر اتمی اکسیژن چند هسته؟ نمبر اتمی اکسیژن از 8، یعنی در هستش چند پروتون وجود داره؟ 8 پروتون وجود داره. پس نمبر اتمی اکسیژن چند میشه؟ نمبر اتمی اکسیژن چند است؟ 8. مثلا اگر دیگه شده نظر بگیریم هایدروژن هست، در هسته هایدروژن یک پروتون وجود داره. اینا یک پروتون که در هسته هایدروژن وجود داره نمبر اتمیش چند میشه؟ مساوی به 1 است نمبر اتمیش. مثلا دیگه شده در نظر بگیریم هلیوم، در نمبر اتمی هلیوم اگر ما در نظر بگیریم در هسته چند پروتون وجود داره؟ 2 پروتون وجود داره. پس نمبر اتمی هلیوم چند میشه؟ نمبر اتمی مساوی به چند است؟ 2. اینا تو هر نمبر اتمی عناصری که برای شما میته، شما باید بفهمید که نمبر اتمی مجموعه پروتون های موجود در هسته اتم میباشه که توسط ازیمو میتونیم دریافتش کنیم. باز یک چیزی دیگه هم هسته، تعداد پروتون ها که موجود در هسته اتم میباشه مساوی به تعداد الکترون هایی که در اقشار در حال حرکت است، مساوی به او است. یعنی چارچی که در هسته اتم میباشه و چارچی که در اقشار وجود داره تمامشون با یک دیگه مساوی است. پس از اینجا اوتو نتیجه میگیریم که امی مقدار چارچی که در هسته اتم وجود داره، مقدار چارچی که در اقشار اتم وجود داره، این با هم که برابر میشه، در اینجا اوتو نتیجه میگیریم که یک عنصر در حالت عادیش چارچش چی میباشه؟ خنثی است. چون زمانی که چارچ مثبت و
منفی با یک دیگه مساوی میشه، این گسته که اتم در حالت عادیش چارچش کس خونساسته. اینانی ما اگر میگیم چی رقم کسته دیگه باید در روی شکل بر تو نشان بودم که بفهمیم. مثلا هسته هایدروجن در نظر بگیریم. زمانی که هسته هایدروجن در نظر میگیریم یک پروتون داره و یک نیوترون داره. اما در اینمی اطراف ازی که الکترون در حال حرکت میباشه چند الکترون داره؟ یک الکترون. گفتیم مجموعه نمبر اتمی با الکترون مساوی است. از این که مساوی میباشه چارجشون باز خونسا میشه. یعنی امی هایدروجن در حالت عادی به چارج از خونسا است. و اگر سودیم هم در نظر بگیریم 11 پروتون داره، حتما به اطراف از این چیزی که وجود داره 11 الکترون هم به اقشار در حال حرکت است. یعنی 11 الکترون در اقشار از این در حال حرکت میباشه. به این قسم 2 الکترون مدار اولش، 8 الکترون مدار دوم و یک الکترون دیگه در مدار آخر میمونه که اینجا ما میگیم مقدارش 11 با 11 مساوی میشه. از این 11 با 11 مساوی میشه یا تعداد الکترون هایی که در یا وجود داره با یک دیگه با همین پروتونش مساوی است. این رو فهمیدیم که نمبر اتمی چی است. بیایید سر یکی دیگه هم گپ بزنیم که به نام کتله اتمی یاد میشه. کتله اتمی چی است؟ کتله اتمی. کتله اتمی. کتله اتمی قسمی که در نمبر اتمی گفته ماهیت عنصر و خواص عنصر مربوطه نمبر اتمی است. اما در کتله اتمی چی است؟ مجموعه پروتون و نیوترون موجود در هسته اتم را به نام کتله اتمی یاد میکند. یعنی چی رقم؟ ما مقدار پروتون هایی که در یک هسته وجود داره و مقدار نیوترون هایی که در یک هسته وجود داره، مقدار از این دوتا زمانی که با هم دیگه جمع میکنه این چیزی که با وجود میاد به نام کتله اتمی یک عنصر یاد میکنیم شه. مثلا سودیم دارای کتله اتمیش که ما میگیم کتله اتمیش در اینجا هست نمبر اتمیش که پیشتر گفتم مساوی به 11 است. اما اگر ما بریم 12 نیوترون دیگه در هسته از این وجود داره، مجموعه پروتون نیوترونش یا 11 جمع 12 مساوی به 23 میشه. 23 که هست کتله اتمی چی میباشه؟ کتله اتمی سودیم است یا از Na یا هسته Na است. زمانی که اگر هیدیم در نظر میگیریم هسته هیدیم، اینجا در هسته از این وجود داره دو پروتون و دو نیوترون. پروتون دارای چارج مثبت و نیوترون هم دارای چارج خنثا است. زمانی که اگر شما کتله اتمی رو پیدا میکنید اینو داره جمع میکنید، دو جمع دو مساوی با چهار، چهار میشه کتله اتمی هیلیم. یا اگر دیگه شده نظر بگیرید اکسیژن، یا 8 پروتون در هستش داره 8 نیوترون در هستش داره. زمانی که کتله اتمی از این جمع میکنید 8 پروتون مثبت 8 نیوترون میسازه. زمانی که 8 پروتون و 8 نیوترون با هم دیگه جمع میشن یا 16 میشه کتله اتمی شه. کتله اتمی اکسیژن. بعضی از عناصر که ما گفتیم دنگ کتله اتمیش که از مجموعه پروتون و نیوترون تمامشون اینجا به وجود میاد، یعنی از عنصر میتونیم توسط اینمی مجموعه پروتون و نیوترون کتله هاش ما شما کتله اتمیشون رو دریافت کنیم. درس امروزتان که بود سر کتله اتمی نمبر اتمی، اینو تو را باید شما بفهمید. به چند سوال پاسخ بدید. اولش نمبر اتمی چیست؟ که کار خانگیتان می باشه. دومش کتله اتمی چیست؟ سومش 5 عنصر را با کتله اتمی آن بنویسید. و سوال چهارمتون هم این که 6 عنصر را با نمبر اتمی آن بنویسید.
چهار سوال کار خانگی تون، یکی نمبر اتمی چیست، کتله اتمی چیست، سوال سوم تون پنج عنصر با کتله اتمیش بنویسید و سوال چهارم تون که شش عنصر با نمبر اتمی بنویسید. شما این را حل میکنین از طریق واتساپ تلگرام بر ما ارسالش میکنین. اگر درست بود ما ملاحظه شد میکنیم، اگر غلط بود پس دوباره جواب صحیح را بر شما ارسال میکنیم. از توجهتون یک جهان سپاس.